سلام دوستان به کلاس درس امروز ما خوش اومدید. اگه یادتون باشه تو جلسه گذشته سه تا اصل رو به عنوان اصول زیربنایی مبحث نظری اعداد معرفی کردیم که این سه تا اصل عبارت بودند از اصل خوش ترتیبی اعداد طبیعی، اصل استقرای ریاضی و اصل استقرای قوی ریاضی. توی این جلسه میخوایم ثابت بکنیم که هر تا این اصول با همدیگه معادلن. معادل بودن به چه معنی؟ به این معنی که هر کدوم از این اصل ها رو اگه به عنوان فرض در نظر بگیریم میتونیم دوتا اصل دیگر رو به عنوان حکم باهاش اثبات بکنیم و از در... با در نظر گرفتن یکی از اینا به عنوان فرض دوتا دیگر رو نتیجه بگیریم خب برای اینکه اثبات بکنیم سه تا اصل با هم دیگه معادلن چی میشه کرد؟ مثلا فرض کنید من این سه تا اصل رو اینجا دوباره می‌نویسم خوش‌تر تیبی و استقرار و استقرای قوی خب حالا قبول دارین که اگه من سه تا اثبات انجام بدم یعنی اول فرض بکنم که اصل خوشترتیبی تیبی فرزمه و استقرار رو ازش نتیجه بگیرم این میشه اثبات اول بعد فرض بکنم که اصل استقرا فرضم هست و اصل استقرا قوی رو نتیجه بگیرم این میشه اثبات دوم و بعد فرض بکنم که استقرا قوی فرض منه و حکمم اصل خوشترتیبی ترتیبی اعداد طبیعیه به عنوان اثبات سوم قبول داریم که اون وقت معادل بودن این ستا رو ثابت کنیم چرا چون اون وقت از هر جای این حلقه که شروع بکنیم میتونیم دو تا اصل دیگر رو نتیجه بگیریم ازش مثلا اگه اینو فرض بگیریم با توجه به اثبات یک به اصل استقرا میرسیم و بعد چون خود اصل استقرا استقرا قوی رو نتیجه میده میبینیم که خوش ترتیبی هم استقرا قوی رو نتیجه میده پس توی سه جلسه پی در پی میخوایم این سه تا اثبات رو انجام بدیم تا معادل بودن این سه تا اصل با هم رو ثابت بکنیم خب توی این جلسه یکی از این اثبات ها، یعنی اثبات شماره یک رو شروع میکنیم اثبات اصل استقرا با فرض گرفتن اصل خوش ترتیبی پس اینجا یه دور فرض و حکممون رو بنویسیم فرضمون چیه فرضمون اصل خوش ترتیبیه یعنی هر زیر مجموعه ناتوهی هر زیر مجموعه ناتوهی n کوچکترین عضو دارد این اصل خوش ترتیبی بود دیگه درسته و حالا حکممون اینجا چیه؟ حکم ما اصل استقرا هست. که اصل استقرا یادتونه بیان ریاضیش چجوری بود؟ این بود که اگر زیر مجموعه ناتوهی اس رو داشته باشیم به طوری که اولا عدد یک عضو S باشه دومن اگر عدد طبیعی N عضو S هست بشه نتیجه گرفت عدد بعدی یعنی N به علاوه یک هم عضو S هست آنگاه S مساوی با خود مجموعه عدد طبیعی یا N هست درسته این بیان اصل استقرا بود دیگه در واقع این پایه استقرامونه این هم فرض استقرامونه و میخوایم ثابت بکنیم که S همون در واقع خود مجموعه N هست خب حالا بیاین این اثبات رو با اینجا با هم دیگه انجام بدیم که این دقت کنید که میشه اثبات شماره یک توی این نمودارمون اثبات استقرا با استفاده از خوش ترتیب برای اینکه این رو اثبات بکنیم میایم از برهان خلف استفاده میکنیم برهان خلف چی بود فرض میکنیم که حکم قضیه برقرار نباشه یعنی فرض میکنیم که S مساوی با مجموع عدد طبیعی یا n نباشه بعد ببینیم که آیا به تناقض برمیخوریم یا نه خب اگر s مخالف n باشه در نتیجه یه مجموعه مثل t وجود داره که اختلاف مجموعه عدد طبیعی یا n و s هست که این هم مخالف توییه چرا ما فرض کردیم فرض برهان خلف اینه که S برابر N نیست دیگه. درناچ یه سری عضو توی N هستن که توی S نیستن. درناچ اگه مجموعه N رو منهای مجموعه S کنیم یه مجموعه T داریم که توی هم نیست و شامل عضواییه که تو N هستن ولی تو S نیستن. خب حالا فرض ما اینجا چیه؟ فرضمون اصل خوش در تیبیه با استفاده از اصل خوش در تیبی ما میتونیم بگیم که چون مجموعه T یه مجموعه که توهی نیستش درنچه کوچکترین عضو داره این همون اصل خوش ترتیبیه دیگه درنچه یه عضوی مثل تی صفر وجود داره که کوچکترین عضو تی هستش اینجا از فرضمون استفاده کردیم پس یه تی سفری وجود داره که کوچکترین عضو تی هسته خب حالا میدونیم که تی صفر عدد یک نمیتونه باشه چرا چون که اینجا فرضمون گفته که یک عضو S هستش این پایه استقرامونه و از اون یک هم که خب میدونیم عضو N هستش دیگه چون یه عدد طبیعیه پس توی مجموعه تی که N من S هست عدد یک وجود نداره چون n یک هم توی N هست هم توی S. پس میدونیم که تی صفر یک نیستش به همین خاطر چون تی صفر یک نیستش تی صفر من های یک یه عدد طبیعیه درسته چون T صفر بالاخره عدد بزرگتر از که در اینی این یه عدد طبیعیه یعنی عضو n هستش از اون وقت چون تی صفر کوچیکترین عضو T بود تی صفر منهای یک عضو T نمیتونه باشه دیگه چون تی صفر کوچیکترین عضو بشه پس چون تی صفر منهای تو n هست تو T نیست پس توی اس هم بوده چون در واقع تو n که میدونیم هستش تو منهای n و S هم نیست پس توی S هم بوده خب حالا اینجا از دومین فرضمون استفاده میکنیم که میگیم دومین فرضمون این بود دیگه اگر n عضو s باشه n به علاوه یک هم عضو s اینجا داشتیم دیگه این فرض با استفاده از این فرض چون عدد تی سفر من های یک عضو از s از هست با استفاده از این فرض میدونیم که تی سفر هم عضو از s از هستش خب همینجا اگه دقت کنید میبینید که اثبات تمام شد چرا چون که به تناقض برخوردیم میدونستیم که T در واقع چون عضو مجموعه تیه یه عضوی از ان بوده که تو اس نبوده. ولی ما که اینجا رسیدیم که تی صف عضو اس هست. پس چون تی صف عضو اسه و تی سف عضو ان هم بوده از اینجا نتیجه میشه که تی صف عضو تی نباید باشه چون که تی منهای ان و اس هست دیگه و عضوی که تو هر دوشون وجود داره نمیتونه تو منهاشون وجود داشته باشه. پس همینجا به تناقض میخوریم. و این به ما ثابت میکنه که S نمیتونه مخالف N باشه باید حتما مساوی N باشه و منهاشون باید یک مجموعه توهی باشه خب این هم از اثبات شماره یکمون اثبات شماره دو و سه را که این حلقه رو برای ما کامل میکنه توی جلسه بعدی ادامه میدیم خب توی کلاس درس بعدی میبینم اتون.